با گذشت هر روز پهلوهای تازه بمبگذاری ها در نیویورک و نیوجرسی نمایان می شود. 4 روز پس از این حوادث مقامات آمریکایی احمد خان رحمی مزنون اصلی بمبگذاری ها را به جابجایی چندین بم در مناطق مختلف نیویورک و نیوجرسی متهم و اعلام جرم علیه وی کردند. سارنوالان در ابتدا احمد خان 28 ساله را با 5 فقره اقدام به قتل متهم کرده که در آن تبادل آتش با پلیس پیش از دستگیری مزنون نیز شامل می باشد. بدنبال انکشافات تازه، قصر سفید به روز سه‌شنبه گفت که به نظر می رسد بمبگذاری های نیویورک و نیوجرسی یک عمل دهشت افگنی باشد. به نظر می رسد این یک اقدام دهشت افغانی بود و به همین لحاظ تحقیقات به این گناه را اندازه شده است. شما می دانید زمانی که رئیس جمهور اوباما دیروز روی این موضوع صحبت کرد، حالت خیلی نامعلوم بود و اکنون پس از گذشت 24 ساعت از بیانیه رئیس جمهور ما بسیاری چیزها را در این مورد مشخص و شخصی که مسئول آن است آموخته‌ایم. اکنون ماموران FBI فاش کردند که در سال 2014 آنان به اساس معلومات پدر احمد خان ارجبی های را در خصوص سابقه احمد خان انجام دادند. محمد رحمی پدر متهم بمبگذاری ها می گوید که او از دخالت پسرش در اعمال دهشت افغانی به FBI اطلاع داده بود. آیا شما با FBI گفته بودین که پسر شما در کارهای دهشت افغانی شامل است؟ بله. آنها چی گفتند؟ آنان کار خود را انجام ندادند. ماموران امنیتی میگویند که حین بازرسی به کتابچه دست یافتند که در آن احمد خان رحمی با قلم خود اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده را ستوده و حکومت ایالات متحده را متهم به قتل جنگجویان اسلامی در افغانستان، عراق، سوریه و فلسطین نموده است. احمد شکیب دوست، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.